سلام بیننده های ارجمند، امروز ما در برنامه راجع به حکمت لقمه حلال و اثر آن در فرزندها، همچنین دایر به پیامد های نخوب انواع گناگون حرام و ریبا صحبت داریم با استاد عبدالعلی نارسوف. خوش آمدید استاد. فضیلت لقمه حلال و نقش آن در حیات فردی انسان چه اهمیتی دارد؟ لقمه حلال در حیات فردی، اویلوی و اجتماعی انسان نقش خیلی بارز و نقش خیلی مهم و یعنی تقدیر ساز دارد برای انسان. برای همین در آیات های متعدد قرآن آمده است که پروردگار مستقیم به لقمه حلال، به طعام درست، به غذای حلال تشویق میکند و از غذای شبهناک و نادرست هشدار میدهد. برای مثال در سوره بقره آیه 24 پروردگار از اونشان میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان در طعامش اندیشه کند. خوب. یعنی اندیشه کند، تفکر کند و تدبر کند که این غذا، طعامی که استعمال میکند چگونه است و اصل پیدایشش از کجاست و کی سبب رزق است، کی خودی عیناً رزق دهنده است. همین از دستور پروردگار که انسان باید در طعامش اندیشه کند. بله. یک تو استعمال کننده هستی و پروردگار رزق دهنده است و از کجا در کدام فصل سال چگونه رزق میدهد. پس این معنی اون را دارد که اندیشه کن که لقمت باید مشکوک نباشد، شبهناک نباشد و حرام نباشد. خب در آیه 88 سوره مائده پروردگار میفرماید به همین مضمون و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. در این آیه پروردگار میفرماید که بخورید از آنچه که پروردگار شما را رزق داد، حلال و گوارا. پس اینجا باید اندیشه کنیم که چرا پروردگار گفت که حلال و گوارا بخورید. خب چون که یک نقش خیلی بارز و ارزنده در جسد انسان دارد. اگر لقمه انسان نادرست باشد و مطلق، یعنی اگر مشکوک یا حرام باشد، خود این انسان را از قلب سر کرده تا تمام انگیزه های درونی انسان را فساد میکند. انسان از مثلا یک تصرف عادی، خوش معاملگی و بد معاملگی و بعد تصرف غیر عادی دست میزند. سببش لقمه است. در همین زمینه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که بیشک در جسد شما یک گوشت پاره هست. اگر این گوشت پاره اصلاح شود، رفتار انسان، گفتار انسان، پندار انسان نیک می شود و اگر این گوشت پاره نادرست شود و فساد شود، کل ارگانیسم انسان فساد می شود. همین گوشت پاره قلب است و این قلب هم غذای مادی می خورد، هم غذای معنوی می خورد. مثلا غذای مادیش از لقمه هست. این لقمه باید حلال باشد. با همین مانند آیت های زیاده و حدیث های زیاده وارد گردند که حتما در لقمه باید احتیاط کرده شود. اون چیزی که مثلا پروردگار امر کرد مرسلین رو، پیامبران رو، به همون چیز هم در خصوص خوراک و مثلا غذا به همون چیز کرده است، امر کرده است مؤمنان رو که در اختیار لقمه، مثلا در استعمال لقمه اندیشه کنید که انسان اگر لقمه خورد باید ببیند که از روی حرام نباشد و از روی شبهناک نباشد. بله. چی تاثیر دارد؟ رفتار انسان را از مثبت به منفی تحویل می دهد. چنانکه گفتیم که مثلا انسان جسمش دوگونه هست، مادی و معنوی هست، یعنی از جسم و جان و از روح و روان عبارت است. جسم انسان روی غذای خاص دارد که لقمه هست، خوردن باب و آشامیدن باب هست، ولی که روح انسان این علم و دانش و معرفت و تفکر اندیشه است. این هم باید غذای سری وقتی داشته باشد. وقتی که لقمه حرام یا اینکه از دیدگاه نادرست یا شبهناک به معده انسان وارد می شود، این لقمه اندیشه انسان را دیگر می کند، تفکر انسان را دیگر می کند، از سازندگی به سوزندگی انسان را وادار می کند. تصور کنید در یک خانه انواع گوناگون محصولات وارد شد و یکی از در بین اینا یک محصولات بوگین اگر وارد کرده شود و مرد صاحب خانه نشسته باشد، کوشش می کند که از همین خانه بیرون براید یا پنجره ها را کشاید که هوای تازه نفس کشد. وقتی که لقمه حرام به معده انسان وارد می شود، عیناً همین چیز است. روح روان انسان یا کوشش میکند یکم پنجره بازتر بیاد که هوای تازه نفس بکشد، خوب. از این بو اجتناب کند، یا کوشش میکند اصلا از این جسد فرار کند. فرار کرده نمیتواند. برای این گواه می شود که بوی بد سبب مرگ انسان می شود. همین خیل اگر کسی لقمه حرام فرو برد یا استعمال کرد، این مرگ
قلبش می شود، مرگ انگیزه های سازنده درونیش می شود. اصول در اینجا که سوال در مورد نقش گفتیم لقمه حلال در حیات فردی انسان چگونه است، خب منظور این است که مثلا همین لقمه حلال در فعالیت علمی و تحصیلی انسان چی نقش می بازد، خب انسان رو به کدام مرتبه ها می تواند رساند همین لقمه حلال؟ در تعلیمات سنت مثلا آشکار و واضح آمده است که کسی اگر لقمش مشکوک باشد یا حرام باشد دعایش پیش پروردگار قبول نمیشد. در اون حدیث طولانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک شخص مسافر رو مثال بزند که یک مسافری که از راه دور میاد خسته و بیمار است و لباساش فرسوده است، همین میگوید که در راه عبادت، در راه بندگی چنان احتیاط کرده میآید، مثلا طاعت عبادت چه سری وقت به جا میآورد و غیره، لیکن ببینید طعامش از حرام است یا از مسکوکش، نوشابهش از حرام است و لباسش از حرام است، اصلا غذاش از حرام است، یعنی تغذیه غذا گرفته نشونماش از حرام باشد و شبهای دراز و روزهای دراز دعا میکند فان مستجاب الله، از کجا دعا این مستجاب میشد؟ پس در همین جا از همین حدیث درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین معنی داد کرده فهمیدن ممکن است که طول این حدیث طولانی فقط یک مضمون دارد. مضمون اساسی این حدیث همین است که اگر لقمه حلال نباشد یا اینکه مشکوک باشد هیچ وقت دعای آدم پیش پروردگار مستجاب نمیشد. درست است. از دیدگاه دیگر یعنی صلاح کار انسان خواه از نگاه مادی خواه از نگاه معنوی باشد به لقمه وابستگی دارد. این همین نقش لقمه سازنده که بله رزق دهنده را اعتراف میکند که کی رزق میدهد و اینکه تصرفش سالم میشد. وقتی تصرفش سالم شد دعاش پیش پروردگار مستجاب میشد. شما در اینجا هم در مورد لقمه شبهه صحبت کردید و هم حرام کم اضافه کردید. خب میخواستم بدونیم که فرق بین لقمه حرام و شبهه در چی است؟ لفظ حرام دیگه آشکار است که حرام به ذاتش است، حرام به غیرش است. حرام به ذاتش مثلا مثل مشروبات و مثلا گوشت خوک و یا خود مرده و خونی که از ذبح مک بشه، خون مطلق خون، این حرام است. اینا حرام به ذاتشون هستند. حرامی هست که به غیر ذاتش است، مثلا یک چیزی سبب میشد که حرام میشد. خب درباره حرام این معروف و مشهور است، اما درباره شبهه مثلا چیزی هست که مانند حلال است ولی حلال نیست، خب برای همین شبهناک می شود. مثلا وقتی که میگن که همین مرغ به دست کشته شده است، ولی که شبهه می شود که آیا همین به دست کشته شده است یا نشده است، الکی شبهه می شود. دیواری مستحکمی بین حلال حرام این شبهه است. کسی اگر دیوار را رخنه کرد به حرام واقع می شود، کسی در این دیوار ایستاد یعنی شبهه را استعمال نکرد در حلال باقی می ماند. برای این از صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین میگویند که ما نه یک حلال رو ترک میکردیم یعنی استعمال نمیکردیم تا در شبهه واقع نشویم. یک جهان معنی دارد. بله معنیش ما از بعض حلال ها گذر میکردیم در حراس بودیم که به حرام واقع نشویم. خب درست است استاد، شما ببینید همین لقمه حرام گفتیم، خب سرچشمش از کجا هست و اثر آن در فرزندان همون شخصی که مثلا در نانآور خانه هست، اگر لقمه حرام خانه وارد کرد اثر آن در فرزندان چگونه است و عموما اون کسی که لقمه حرام وارد خانه میکنند دیگر را استعمال میکنند آیا چی مرتکب چی گناهی میشه، چی پیامد آن را انتظار است؟ یکم اینکه کسی که به حرام دست میزند، به شبهه دست میزند، به اندیشه به خانش غذای میارد که در اون اندیشه نمیکند، این خلاف تعلیمات خداوندی است که فلینظر الانسان الى طعامه، پروردگار میگه در طعامت اندیشه کن و به واسطه این حکمت خداوندی است که تو هشدار میدهد، تو آگاه باش که لقمه که به خانه میاری نه تنها روح و روان خودت رو فساد میکند، بلکه یکی از عوامل اساسی فسادی در روح و روان خاندان این همین لقمه نادرست میشود. وقتی که انسان لقمه نادرست خانش میارد قلبش فساد میشود، اندیشش سوزنده می شود و همین را برای خودش خیر و صلاح می بیند، باز کوشش می کند فردا در همین راه برود، بازم فرق نمی کند حرام می آورد حلال می آورد. این در تاثیر خود شخص، در روح روان شخص، در روح روان همسرش و فرزنداش مستقیم تاثیر می کند، شخصیت سازنده را سوزنده می کند. چون گفتم لقمه حرام که وارد جسد انسان شد اون فسادی که خودش می کند، اندیشه انسان را ویران می کند. ای برادر تو همون اندیشه مبقای تو استخوان ریشه ای، پس همون اندیشه داشتن انسان رو لقمه حرام از بین میبرد. تأثیر به واسطه منفی بر خود شخص، بر اهل و عیلش میرساند. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همین زمینه میگه که
گوشتی که ذره از حرام انسان در نظر دارد، انسانی که بدنش ذره از حرام نشانما یافته، از غذا گرفته است، آتش جهنم اولاتر است. در یک سوال از اون میپرسند که یا رسول الله، ما بین حرام و حلال چگونه جدا کنیم؟ یعنی بندشه دیگر پرسیده می شود که مثلا برای ما واضح تر بگو که ما حرام خوب بشناسیم. خوب برای اون مردم خوب بفهمند، میگه شما یک ریدای میخرین، ریدای یک لباس بالا پوش. خوب شما یک ریدای میخرین که در 100 درهم باشد، 99 درهم همین از حلال است، یک درهم همین از حرام باشد، آتش جهنم اولاتر است. یعنی تو این درجه از حرام حذر کردن لازم است. بله. که اندیشه انسان رو نادرست میکند، انسان سازنده رو سوزنده میکند. برای همین تمام کوشش تعلیمات شریعت با اون روانه گردیده است که انسان حلال خور باشد. فساد که از بیرون داخل آمد، فسادی خودش در داخل میکند. این داخل خود داخل جسد باشد، این داخل خود داخل خانه باشد. لقمه حرام چون حرام است، فساد است، فاسد است. بله. همین فاسد به کدام مکانی، به کدام جسمی که وارد نشود، همین جسم می پوساند. اون کسایی هم مثلا لقمه حرام را نادانسته استعمال کردن، اونها هم نزد خدا جواب میگن. در اینجا دو نفر مسئول هستند. خب خانه همیشه، یعنی اویله، دو مسئول اساسی دارد، دو ستون استوار دارد، یکی پدر از دیگری مادر است. خب ببینید، وقتی که پدر اگر لقمه خانه آورد، باید همسر بپرسد که از کجا خریدی، از کجا آوردی. و دیم این که همسر کمک کننده شوهر باشد. ببین چگونه در تعلیمات سنت در گذشته آمده است که همسر وقتی که شوهر رو از در گسل میکند، هشدارش میدهد زینهار به زینهار لقمه یا خوراک یا غذای مشکوک و حرام به خانه وارد نکن، نیار. اگر کارت برار نگیرید باک نیست، از حرام نیار. هشدار میدادند. برای اینکه این هشدارشون سخت تاثیرتر باشد، میگفتند ببین، ما در گرسنگی، در تشنگی صبر کرده میتونیم، در عذاب خداوند در روز قیامت که به سبب لقمه حرام است ما صبر کرده نمیتونیم. نکند که در از بیرون شما لقمه فاسد یا مثلا شبهناک یا حرام بیارید، یا از طریق دزدی بیارید مثلا. خب. یا از طریق دروغگویی بیارید. همین کارو نکن. اگر رفت و با وجود این شوهر با یعنی اندازهای همسر گوش نکرد و گفت اگر من آیارم شما چی میخورین، بیاندیشه شد و آورد لقمه حرام آورد، این سبب اساسی فاسد کننده اویلش است. بله. همین نظام تربیوی را برهم شکستن، مهر و محبت را به نفرت تبدیل دادن، براری کار را به ببراری و ببرکتی تبدیل دادن، سببش لقمه حرام میشد. او میداند که لقمه حرام هیچ وقت نقش سازنده در بدن انسان، در خانه انسان، در جامعه انسانی ندارد. دیده و دانسته اگر حرام آورد، همین فرزندای خوش سلیقه و خوش اخلاقش را معنوی از دست میدهد. وقتی که فرزندان از حرام استعمال میکنند، وقتی که همسر از حرام استعمال میکند، نمیداند. چون شوهر این امید دارد و باور دارد که شوهرش مال شبهناک از در نمیدارد و استفاده برد، با وجود با مرور زمان مهر محبتش کنده میشود، نفرت در دل همسر جا میگیرد و فرزندان با مرور زمان از همون چهارچوب تربیتی بیرون میآیند، گوش نمیکنند، احترام نمیکنند. همین پدر رفته رفته یک مثلا شخص بی ارزش، بی قیمت در خانه باقی میماند و مردم این رو هم، یعنی اهل خاندان اینو همچون قرضدار میپندارند. تو وظیفت است. اگر در صورت لقمه حلال می آورد، این اندیشه از فرزندان یا همسر نسبت به شوهر نمیشد. بله. سببش چی است؟ پروردگار میگوید که وقتی که فاسد یا شبهناک یا حرام به خانه وابسته کردی، یعنی وارد کردی، الکه این حرام کار خودش میکند. بله. دیگه زحمات های شما بر عبث و بی فایده میشود. حلال یک انقلاب درونی در وجود انسان میکند، یعنی یک چراغی است در درون انسان که سبب اون فروزان شدن اون به لقمه حلال وابستگی دارد. بله. کسی که حلال خور است و در حلال خوردن ادامه میدهد و شبهه را نمیخورد، همین چراغ دلش روشن میشود، دنیا را طور دیگر میبیند. و کسی حرام میخورد و شبهناک میخورد و برای اون فرقی نمیکند که حرام است یا حلال است، همو را باز جوانمردی میداند، کسب حرام را جوانمردی میدارد، به خانه وارد میکند، این همون چراغ دل خاموش میکند. نه دل خودش چراغ دارد که بله. سازنده شود، نه فرزندان نسبت به پدر و مادر مهر پیدا میکنند و نه تربیت سالمی براه مانده میشود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که زامینتی میتید بر من دهان و دامانش را، من جنت را برای زامینتی میدهم.
یعنی معنوش اگر کسی بر من زامین شود پاکی دهان و پاکی زبان، دهان و زبان و پاکی دامانش رو، من جنت رو بر او ضمانتی میدم. زامین هستم که اون رو جنت وارد کنم. منظورش چی است؟ منظورش لقمه حلال است و استفاده عاقلانه زبان است. ای زبان هم گنجی به پایان تویی، ای زبان هم دردی به درمان تویی. اگر زبان درست استفاده برده شود، همون گنج به پایان است. ذکر است، طاعت عبادت است، اندیشه است، سخن خوب است، خوش اخلاقی است. و اگر زبان نادرست استفاده برده شود، آدم جهنمی است. به شک معلوم است که نوعهای گوناگون حرام موجود است. خب مثلا این لحظه برای بیننده های مکم معلومات میدونید که خب انواع گوناگون حرام را باید از کجا سرچشمه میگیره و مردم باید چه گناه بشناسند؟ بسیار سوالی سری وقتی جالب است. این اکثر مردم شاید انتظار باشند و بسیار مردم نمیدانند که مثلا تصرفات اندک میتونه حرام باشد. خب انواع و صورت و اشکال گوناگون دارد حرام، بخصوص در بین مردم رایج جالب است. مردم ما همیشه حرام را به ذاتش میشناسند، اما حرام را به غیر ذاتش نمیشناسند. مثلا حرام به ذاتش اون که مشروبات است، مثلا گوشت خوک است یا که خون است یا خودمرده است و غیره، اینکه در قرآن آمده است، اینا را حرام، به ذاتش حرام است، اینو میشناسند. ولیکن ببین انواع گوناگون حرام وجود دارد که این در معامله و مناسبت مردم هست، فقط مردم حرامش نمیپندارند. مثلا کسی از کسی قرض میگیرد، به سبب قرض ادا نمیکند. خب وقتی که قرض بگیری، آدم که وقتی قرض گرفت و به سبب، یعنی دستش میرسد و یعنی همین را طولانی میکند، میکشوند، اون مال مردم است و برنگردوندن این حرام است. و در تعلیمات آمده است کسی که از کسی قرضدار است، گوشت خوردنش حرام است. غذای روغنی نباید در خانش بخرد، باید پسنداز کند، هر چیز زودتر قرض ادا کند. اون جوان مردی که از برای راضی خداوند برای تو قرض داد، اینه باید اندیشه کند، باید شکرگزار باشد پیش پروردگار که من برادری داشتم، خب خواهری دارم که مثلا دست ما را در کم دستی گرفت و اون مالی که خودش به اون نیاز داد به من قرض داد. به جای اندیشه سالم کردن، شکرانه کردن، به سبب میگریزد و دارد و قرض ادا نمیکند. با کار دیگر بود کنم، کار دیگر بود کنم، در کار دیگر مصرف میکند که بعد از اون بسیارتر شد، گشته باید قرض ادا کند. در همین کثرتی بیشتر میبیند، ناکامی بیشتر میبیند، برای کار را نمیبیند، یعنی در لعنت گرفتار میشه، از رحمت خدا دور میشود، برای که در فند و فریب یک برادر دیگر قرار گرفت، دیگر کسی فریب میکند. پس این یک نوع حرام است. دیگر اینکه کسی در جای اجاره میشیند و به سبب اجاره را پرداخت نمیکند، یک نوع حرام است. اگر نادار باشد، دست نارسا داشته باشد، اینا باید در حسن تفاهم بین اجاره دهنده و اجاره گیرنده باید باشد که مثلا روزی که ساعت یا دستی که دستم که رسید ادا میکنم، این دیگر حرام خور و شبهناک نیست، ولی گرفتن چی است؟ حرام است. دیگر نوع حرامی که از اندیشه مردم خیلی دورتر مونده است، این مثلا خیر مجبوری است. به هر بهانه که نباشد، یا ماشین نو میگیرد، مثلا ماشین نمیشویی، خب از گفتن که بیزار میشد، مجبور است که یک سه چهار کس جمع کند، یک گویا یک طبق نان یا صدقه کند، مردم نان خورند. این زهر خوردن و این صدقه هم در نامه اعمال صدقه کننده هیچ قبول نمی شود. این خیر مجبوری است. یا کسی را به بهانه که تو از روسیه آمدی، بس از مهاجرت مهنتی آمدی، به همین هزارها مثال، آدم را به خیر مجبور کردن یا وادار کردن، این صدقه نمی شود. برعکس مجبور کننده املاق مای نادرست استفاده می برد. از طرف دیگر طمع کردن، عادت شده است که مثلا یک پیاله چای مونمیت. اصلا ببینید که وقتی آدم طمع میکند حرام است. شاید او آدم وقت نداشته باشد، شاید او آدم مال نداشته، پول نداشته باشد، شاید اصلا خانه‌اش در تعمیر باشد. در یکم اگر گوییم که مثلا به عبارت دیگر که مثلا شکم و مسیر کن گرسنه نموندیم، بله بله، همین طمع است. طمع حرام است. آدم باید قناعتمند باشد، قناعت کند، و آدم قانع و قناعتمند را خدا دوست می‌دارد. برای این مالک ابن دینار، یکی از مثلا قطبی اشخاص متقی و پرهیزگار در صحیفه‌های تاریخ می‌گذرد، چنان قناعتمند بود که هیچ وقت چیزی از کسی طلب نمی‌کرد. یک روز از شدت گرسنگی تصور می‌کند که گویا روده‌ها یکدیگرش را می‌خورند، بازار می‌رود، نزد انجیر فروش می‌ایستد، انجیر خشک، در نزد انجیر فروش می‌ایستد و می‌گوید کفشش از پاش می‌برارد، بالای میزش می‌گذارد. کفش اون وقت دیگه چوبی بود. این کفش چوبی را بالای میزش میگذارد، میگه برادر امین خودت نرخ کن، چی قدر نرخی بگوید.
در عوض نرخ همین کفش های من پولش میگردم. در عوض همین کفش های من چقدر مقداره که انجیر شود برای من بده؟ گرسنه هستم. این هم بسیار آدم متکبر و مثلا میشناسد، میدونه که ملک ابن دینار است و حتی یک دانه هم خیر نمی کند. کفش ها رو میگیره این طرف و طرف تماشا میکند، میگه این کفش های تو در یک درهم آن من ارزد، بپوشه از پای کار رو چاو و میپوشد. خوب میگه دست ها پیشی بر، کفش ها میپوشد رفتن میگیرد. و یک خوجین زمان غلامداری بود، خوجین با غلامش میبیند که مالک ابن دینار در کدام حال گرفتار است و یک همیان در دست پر از طلا و درهم، اون همیان یک کوچک بودن، این همیان در دست غلامش میدهد، میگه گوش کن، اگر همین مالک ابن دینار همین همیان رو از تو قبول کرد تو آزاد هستی، این از غلامی آزاد، اگر قبول نکرد پس گردان بیار. این غلام می دواد و یعنی او رو می بیند، مالک ابن دینار رو ملاقات می کند و دستا پیش بر همیان رو براش دراز می کند، میگه در قبول همین به خدا قسم آزادی من است، اگر همین قبول کن این خوجایی من برای تو صدقه داد، اگر همین قبول کردی به خدا قسم من آزاد میشم. میگه برادر در این قبول کردن این صدقه آزادی تو هست، بله، ولی بندی بودن من است. من نمیخوام کسی بالای من دست داشته باشد، من به این گرسنگی قناعت میکنم اما پیش کسی سرخم نمیکنم که شکمم سیر شود. پس قناعتمندی یکی از روح های اساسی انسان شناسی است. کسی قناعتمند است انسان کامل است. دیگر انواع گوناگون حرام همین است که مثلا برنگرداندن نسیه، این هم حرام است. کسی از کسی ماشین نسیه میگیرد، کسی از کسی چیزی نسیه، معناش که به نقد میبرد، استفاده میبرد و باز گردانده میارد. دیر کردن و به اساس برنگرداندن همین، چون که معامله را فساد میکند، این هم یک نوع حرام است. و از همه نوع حرام مثلا اشکال حرام، یعنی صورت عظیم حرام، این سودخوری است که در قرآن آمده است. پروردگار در آیات متعدد قرآن میگه، از اون جلو میگه که اول شما جنگ رو به خدا و رسول خدا اعلان کنید، بعد به سودخوری دست بزنید، به مفتخوری و سودخوری دست بزنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همین زمین حدیث های درباره دارد که مثلا سودخوری چی گونه عذاب عظیم در دنیا و در آخرت دارد. خب مطلقی مثلا هر چیزی که ناحق به دست کسی می آید یا ناحق و نادرست استعمال می شود از راه نادرست، این مطلق حرام است. برای این پروردگار می فرماید که لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل. ببین شما اموالتان را در بین خودتان به باطل، به فساد، به حرام نخورید. نمیگه که اموال یک دیگر رو، یعنی اموالکم یعنی مال برادر، مال برادر دیگرش است. شما در حیات اجتماعی در یک جا زندگی میکنید، پس مال دیگر امانت دیگری است، مال کسی امانت توست، مال تو امانت کسی است. برای میگه اموالتان را بین یک دیگر به باطل نخورید. به همین مانند مثلا قیمت فروشی یک نوع حرام است. مثلا کسی از نرخ باید شایدش بیشتر و زیادتر میفروشد، این یک نوع حرام است، چون که برای حرام کسب میکند. بله. و از مال مردم رو با فریب، با دروغ، با سوگندی بر دروغ و استفاده میبرد و این مال جمع شده رو خانش میبرد و در استعمال فرزنداش میگذارد. خب و مردم اندیشه کنند که قیمت فروشی خطرناکترین نوع حرام است. بله. خب استاد شما بینید در اینجا در مورد چند انواع حرام ملکه ذکر کردید، ولی در اینجا بیشتر در مورد سودخوری و قول دیگه که ربا، یعنی تاکیدها و وعدهای سخت آمده است. چرا؟ ببین سود خوردن مثلا تاثیر اجتماعی دارد، تاثیر منفی اجتماعی دارد. اگر کسی مثلا از یک لقمه حرام، از گوشت خوک استفاده برد یا از خود مرده ای را خورد، تاثیرش به خودش میرسد و این پیش پروردگار خودش میداند و خداوند. لیکن هست گناه هایی که تاثیرش به واسطه اجتماعی است، برای همین در سود خوری بسیار گناه وزمین است. مثلا سود از کی میخورد؟ از کسی دیگر. و فشار و مجبوری بالای کی میاد؟ بالای کسی دیگر. پس این مثلا نظام اندرهمی وحدت جامعه را کی از بین میبرد؟ سودخور. چون که یک نظام اندرهمی که وحدت و یگانگی و همدیگر فهمی که بین اهل جامعه هستند، سودخور از بس که توفیلی هست، معنیش توفیلی یعنی پرازیت، در جاش نشسته است، از هر کجای برای سود میآید، یعنی مال اضافه. مال اضافه ای که زحمت ندارد، تلاش ندارد، محنت نکرده است. برای همین که فسادش، چون که دامنه گناه خیلی کلان است، برای این پروردگار میگه که اول جنگ، این حرب با خدا و رسول اعلان کن،
بعد با سود خوردن دست بزنه. مثلا کسی رو پول میدهد و شرط میگذارد. ببین شرط هم یکی از مثلا حرام بدن چی است؟ معامله است. شرط گذاشتن در این خود شرط با موضوع علایده است. مثلا کسی رو پول میدهد که همین پول برای شما یک معاملت، اگر یک مادنا آوردی من قدر سود بالاش گذاشته میشود. خب اگر دستش نرسید ناورد سود بالاش گذاشته شد، اون زم شد، ماه دیگر باز سود زم میشود. پس این شخصی که نشسته است تأثیرش در کجا میرسد؟ چی رو از بین برده است؟ یکی با راه مفت درآمدی مفت به دست میارد، توفیلی میشود، از کار و بار در جامعه سهمی نمیگذارد و نه برای خودش نه برای اولش هیچ کاری نیکی نمیکند، توفیلی میشود. و از نگاه دیگر که به خودش دشمنی آشکار و واضح میتراشد. این همون شخصی است که بالای اون قرض ها زم میشوند، سودی که بالای اون زم میشود او دیگر ندارد که چیکار کند، یا با خودکشی دست میزند یا با فساد دست میزند یا راه مثلا تخریب پول دهنده رو میکوبد. یک اندیشه ناسازگار در ذهنش میآید، اندیشه ناسالمی میآید که کوشش کند با راه از همین سودی که مجبورش کرده ایستادن باید خلاصی یابد. اگر خلاصی را در غیرش دید اون را پیش بگیرد، اگر در غیرش که نیافت و نجست و ندید حتما خلاصی را با جان خودش نجات میدهد. پس تلف یافتن جان، تلف یعنی فساد اجتماعی را در شکل اجتماعی فساد را براماندن، این یک عامل اساسی حرام بودن سودخوری است. چرا سود حرام است؟ چون که نه تنها فرد را از بین میبرد، یک فرد عامل فسادی جامعه میشود. شما ببینید بعضی نفران مثلا یک نفر دیگر را هدیه میدهد. خب درست است که بعضی هدیه هایی هست که با طعم است، بعضی هدیه هایی هست که خاص است. خب از همین گونه اگر هدیه ها باشد، آیا همین هدیه های تمامی یا که مثلا دیگر نمودی هدیه ها در همون یگام نوع حرام داخل میشود؟ در اینجا دو رکن اساسی است. یکم این که اگر هدیه خالص باشد، نیت خالص، این هدیه معنوش یک خواهر و برادر خوشنود و خرسند کردن، لیکن برازیگی پروردگار که پروردگار خود شاهد باش که من یک هدیه میتونم برادر خواهرم همکارم خرسند و خوشنود شوند. اگر نیت خالص باشد این سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما اگر خلوص نیت نباشد سمت هدیه را نگاه میکنیم. اگر هدیه از پایان به بالا باشد حرام است، اگر از بالا به پایان باشد سنت است و حلال است. یعنی چگونه از بالا؟ مثلا اگر دانشجوی مدیر کافدرا دکانش رو که به واسطه از همون درس دارد و با همون کارش میافتد، خب به همون هدیه داد، همین هدیه از خلوص نیتش نباشد، این رشوه است، این حرام است، این مشکوک است. که نباید هدیه داده شود. اگر مدیر یا دکان یا آموزگار با دانشجو قلم یا کتاب یا پول هدیه کرد، این سنت است، چون که وابستگی در اینجا نیست. بله. مثلا به همین مانند راهبر یک کارخانه اگر زیردستانش را هدیه داد، این سنت است. اگر زیردستان به مدیر به هر بهانه هدیه دادن و خلوص نیت نباشد، چون سمتش از پایان به بالا می شود، همین چی است مشکوک می شود، همین نادرست می شود. مثلا مدیر کارخانه است، به هر بهانه می خواهند با اون نزدیک شوند، براش هدیه تقدیم می کنند. و این هدیه پی در همی که اگر خلوص نیت نباشد همین حرام است. امروز بینید بین مردم یک مقاله است، یعنی از راه بزن و خیر کن. این چگونه خیر است؟ ببین این شریعت، شریعت راهزن ها نیست و راهزن نمی سازد و دزد و متکبر و مثلا اشخاص منفی نمی سازد. این یک ایجادیات دهنکی خلق است که از راه بزن و خیر کن. از راه زدن اصلا راهزنی است، این خیر نیست. امام اعظم در راه رفته ایستاده است بر یک دیواره، خب نگاه میکنه از سر دیوار یک قاپچه سیب میافتد، ایستاده انتظار میشود، از پشتش صاحب این میگذرد میآید و سر پشت میکنه رفتن میگیرد. یعنی دوست بود، از باقی کسی سیب دزدید، از خفاش رفتن میگیرد و میبرد در کنج بازار، گدا و پاچکنده و همین رو جمع کرده است، همشه تقسیم میکند، یا اندکش برای خودش میگیرد و از نسش میره و میگه که چی کار کردی تو؟ و تو دزدیدی کو؟ تو از باقی مردم دزدیدی؟ میگم ببین از راه بزن و خیر کن گفتن، من دزدیدم، من زور دارم، بازو دارم، توان دارم، دزدیدم، این مردم نمیتوانند، من اینا رو دادم. ببین یک اندکش خودم گرفتم، اکثرش مردم دادم. میگه قبحک الله، اون آدم بیزه بود، یعنی یک چهره بسیار
مثلا زیشت داشت. میگه خداوند بو از این زیشترت کنه که تو نمیدونی که در حق صاحب باغ خیر شد، نه در حق تو. و این کاری تو کردی کار از اسلام نیست. تعلیمات اسلام نمیگه که تو بزن، راهزنی کن، بدوز در مردم صدقه کن. برای این مال اگر حلال نباشد هیچ وقت قبول نمیشود. دلیل لا یقبل الله صدقه من غلول. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که از مال مشکوک، از مال حرام، از مال دزدی پروردگار هیچ وقت مال را قبول، صدقه را قبول نمیکند. ان الله طیب و لا یقبل الا طیبا. پروردگار پاکیزه و گواراست، جز پاکیزگی و حلال چیز دیگر را قبول نمیکند. برای اون اندیشه بسیار نادرست است که خیر دزدیدی کمش خیر کن همون میشود. این نادرست است. دزدیدی کلش خیر میکنی، کمش خیر میکنی، اندکه در نامه اعمال صاحب پول، صاحب مال و صاحب ثروت یا محصولات در صاحب او میرود. اگر انسان از کارخانه بدزدد، اگر خصوصی باشد، در نامه اعمال صاحب کارخانه ثبت میشود، نه در مال دزد، حتی اینکه با کل مال صدقه کند. خب استاد، در آخر میخواستم بدونم که مثلا چی باید کرد تا ما بیشتر و بهتر فضیلت های لقمه حلال را دریابیم و چنگ زننده به آن باشیم؟ ما باید بدانیم که تعلیمات قرآن و سنت همین را میگن که یکمین کاری که لقمه حلال میکند انسان را در پیشگاه پروردگار مستجاب و دعوا میکند. بله. انسانی حلال خور، انسانی که لقمه حلال است، اینجا فقط ما در گرد برای لقمه میرود و استعمال بله. مثلا خوراکی و غذا و نوشابه ها میرود، یکم بداند آدم استعمال کننده که همین لقمه سبب اجابت دعاش میشود. اگر روز نامد کار شد، دست پیش پروردگار برداشت، دعاش مستجاب است، کارش آمد میکند. بله. اگر بیماری داشت، دعا کرد، خداوند شفاش میدهد. اگر دل خواه مقصد نیکی داشت که به همون مقصد نیک پروردگار ما را برسان، اگر لقمش درست باشد، مشکوک نباشد، حرام نباشد، دعاش پیش پروردگار قبول است. این نورانیت قلب است. قلب انسان اگر ساده تر بگیم یک چراغ دارد که این چراغ فقط به لقمه حلال فروزان میشود. و اگر لقمه مشکوک باشد، شبهناک باشد و حرام باشد، همین چراغ فروزان نمی شود. به عبارت دیگر چی باید کرد که انسان سازنده شود، نسوزنده در خصوص حرام حلال؟ انسان باید جهان بینی شود، جهان بینی کند که جهان بینی که در اون حرام حلال منظور باشد. همین انسانی که در پیش روش گذاشته است که من باید حلال خور باشم، حتی شبهه در راه ندهم، این انسان سازنده می شود. هم خودش، هم همسرش، هم آیلهش، همشون سازنده میشوند، افتخارش میشوند. اما انسانی که جهان بینی دارد که در اون جهان بینی حرام حلال منظور نیست، اهمیت نمیده که چه حرام چه حلال است، باید هی بخوراند. این معناش چی است؟ نه کار خودش با برار است، نه دعاش مستجاب است. بلی. نه روزی نیکی دارد و نه همسر یک فرزندی که با اون افتخار کرده میتواند. اگر انسان بداند که لقمه حلال چی تأثیره و چی اثری در قلب انسان میگذارد، در روح روان انسان میگذارد و چگونه انسان را در مقامش در پیشگاه پروردگار بلند میکند، هیچ وقت دست به حرام و شبهه نمیزند. اما در خصوص اون که چی باید کرد که بیشتر فضیلت لقمه حلال را دریابیم یا چی باید کرد که رزق و روزی فراوان شود، این به همگان آشکار است، فقط عمل نمیکنند مردم. یکم راست گفتند آیت های 70 و 71 سوره احزاب: ای کسانی که به خداوند ایمان آورده اید، از خدا بترسید، سخن راست بگویید، همه کارهای شما را پروردگار نیک میکند، گناهاتان را مغفرت میکند، و باز جنتی در روی زمین هستید. یکم آدم باید راستگو باشد. وقتی که آدم راستگو باشد، نمیتواند لقمه حرام به خانش وارد کند، نمیتواند خودش استعمال کند اصلا. دویم، شکر کردن. اگر انسان، چون باید در بارها تکرار کردیم و گفتیم، شکر نعمت، نعمت را افزون کند، ورنه گویی از کفت بیرون کند. نه اینکه تنها از کفت بیرون کند، بلکه عقاب خداوند نازل میشود. نکته مهمتر که آدم باید سوگند نخورد، مطلق سوگند. خب به سیستم گر ضرور بود روا بود، به ضرورت خطا بود، ولیکن سوگند چون در اکثر مردم عادت شده است، دیگر ضرورتش نمانده است، سوگندی بر دروغ سبب اساسی از بین رفتن رزق است و نادرست دیدن لقمه است. یک نقطه دیگر بسیار مهم است که همین قرض دادن رزق را می افزاید. اگر از کسی به کسی خاطر برادری، خاطر خواهری و خویشاوندی مثلا قرض داد و مهلت برگردان نتونست، باز مهلت دیگر داد، این جوانمردی است، این سبب فراوان رزق است و سبب فرید گردن لقمه حلال می شود. نقطه دیگر همین است که چون به رزق به واسطه وابستگی دارد، این قهری نبودن،
به خویشاوندان، به خویشتوار، به نزدیکان، به مطلق انسان که اونم انسان است، اگر قاری نباشد رزقش می افزاید و لقمه حرام خانش وارد نمی شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که کسی که خویشاوندان و اخر عربانش با اون قاری نیست و زیارت میکند، هیچ وقت دست کم سر خمر رو نمیبیند. این نقطه مهم است برای فراوانی رزق. یکی از نقطه های دیگر این گناه کردن است. اگر کسی گناه کرد رزقش کم می شود و رزقش مشکوک و شبهناک می شود. ببین، رزق به ذات خودش حرام نیست. خدا کسی را رزق حرام نمی دهد و برای اون رزق حرام نافرید است. اگر صبر و تحمل کند حلال می خورد. این از روی بی‌صبری، از روی بی‌تحملی، کم اندیشگی و کوتاه اندیشی انسان بده به لقمه نادرست مشکوک دست می زند. برای همین در کتاب آمده است که مردم را از فقر و کمبیزاعتی و کمبغلی نترسانید. مردم را از گناه هشدار بدهید. گناه نکنند که سبب اساسی فقر و تنگ دستی و ناداری انسان می شود. تشکر زیاد استاد برای یک صحبت سازنده. بینندگان ارجمند یادآور میشم که ما صحبت داشتیم با استاد عبدالعلیم نورسوف راجع به حکمت لقمه حلال و اثر آن در فرزندان، همچنین لقمه انواع گوناگون لقمه حرام و ربا. اینجا برنامه ما به آخر میرسد. تا برنامه دیگر خوب و خوش میمونیم.